سلام و صبح شما بیننده عزیز، بخیر به مجله صبح امروز. با من منیر احمد امیری خوش آمدید. همواره پرسش های وجود داشته که وضعیت زندان ها در افغانستان چگونه است و در حاکمیت امارت اسلامی چگونه با زندانیان افغانستان برخورد میشه. اینجا ما محمد نسیم لالاهان سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها را در برنامه دعوت کردیم و قرار است روی همین مورد با آقای لالاهان صحبت داشته باشیم و اینا پرسش های خود داشته باشند. لالاهان صاحب خیلی خوش آمدید. تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امیر عزیز، قبل از همه به شما و بیننده های عزیز تلویزیون وزین یک و اماتنه گلم توفه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم را تقدیم میکنیم که عبارت از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت هستیم. بخیر، سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. بازم میخوایم پرسش را از وضعیت زندان های افغانستان از شما داشته باشم و برنامه را با همین پرسش آغاز بکنیم. وضعیت زندان ها در افغانستان چگونه است لالهان سید؟ بسیار تشکر. البته پرسشی است که شاید بدل بسیار از مطنه ما باشند و بزین بسیاری از مطنه ما باشند. وضعیت زندان ها یک چیز برای مردم است که همیشه پرسش زیر دارن که چگونه خواهد باشد. ولی بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان، البته صحبت میکنیم، بعد از فتح افغانستان توسط امارت اسلامی افغانستان از جانب امیرالمؤمنین حفظه الله به خاطر تنظیم و پیشبرد درست و مشخص امور زندان ها یک طرز العمل 39 ماده ای به اداره تنظیم امور زندان ها مواصلت ورزید که در این طرز العمل بعد از سپردن زندانی ها به اساس حکم و فیصله مقام عالی اصطلاح محکمه در مرکز و مسئولین محترم محاکم محاکم ولایتی در ولایات برای بهبود وضعیت زندان ها و زندانی های مربوط اداره تنظیم امور زندان ها فراهم سازی امکانات و سهولت ها در بخش های مختلف برای زندانی ها، توصیه های بسیار عالی و راهنمایی های بسیار لازم صورت گرفتن که رهبری و مسئولین اداره تنظیم امور زندان ها با دل و جان با این راهنمایی ها و با این توصیه ها و در این طرز عمل گنجانیده شده لبای گفته به آن عمل کرده و عمل خواهد کرده. در این طرز عمل در مورد تغذیه مناسب زندانی ها صحبت شده، درست، که قبلا برای هر 3 وقت غذای یک زندانی، البته زندانی که در بخش یا سبقه ذکور یا مردا، در یک شبانه روز قبلا 85 افغانی برشان استحقاق تعیین کرد بود، اما حالا با شفقت رهبری امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشته امی طرز عمل امی استحقاق و تعیین که شده بود قبل نشد 5 افغانی حالا به 120 افغانی یعنی بهتر شدن. بله، همچنان قبلا برای زنا یا برای زندانی طبقه اوناس و مادرهایی که اطفالشان همراهشان هستن و همچنان مجوزین برشان سابق 135 افغانی استحقاق یک شبانه روزی تعیین گردیده بود، درست. اما حالا این استحقاق به 150 افغانی بالا رفته و در مورد غذایشان بهتری با وجود آمده. همچنان در مورد محل مناسب بود و باش زندانیا که صحبت خواهد کردیم، آموزش و پرورش آن که شاید بعدا صحبت خواهد کردیم، انشالله کار و عرف آموزی، بله، و عدای مناسب دینی و مذهبی آنها، استفاده از فضای آزاد که ما او رو افتابی میگیم اصطلاح زندان داری، البته ورزش و تربیت بدنیشان و همچنان خدمات صحی پایوازی زندان ها یا زندانیا و که زندانی که مربوط اداره تنظیم امور زندان ها میشه که با عملی نمودن امی طرز العمل و یا این مسائل الحمدلله وضعیت زندان ها و زندانی ها رو به بهبود است و اداره تنظیم امور زندان ها برای بهتر شدن امی وضعیت کوشش‌های همه جانبه میکنه. شبانه روزی شما اگر مشخص بگید که در کنار این رسیدگی هایی که برای زندانی ها شده چی رسیدگی هایی در قسمت
ساختمان‌ها و خود زندان‌ها به وجود آمده. یعنی شاید در گذشته جای خیلی برای زندانی‌ها مناسب نبوده. چقدر شما روی از این موضوعات کار کردین، روی ساختمان‌ها، روی اینکه در کنارش اصلاحاتی به وجود آمده باشه برای اینکه پایوازها بتانن رسیدگی بکنن برای بندی‌های خود درست و یک وقت تعیین شده باشه؟ روی این موضوعات اگر شما مشخصا. چرا نه؟ یک موضوعی هست که البته اکثر از هموطنان ما شاید به این پرسش باشن که در یک اتاق یا سلول که البته به اصطلاح زندانداری چقدر زندانی ها یا چقدر افراد اونجا نگهداری میشن. قبلا در یک اتاق که مثلا 10 نفر یا 5 نفر البته گنجایش 5 نفر را داشت، در اونجا 10 نفر 12 و 15 نفر هم نگهداری شده، اما حالا الحمدلله به تعداد 4 نفر 5 نفر با تمام امکاناتی که ضرورت است به یک اتاق، مثلا در وقتی که هوا سرد باشه بخاری برش ضرورت است، در وقتی که هوا گرم باشه پکه برش ضرورت است، با این امکانات بشان اتاق ها آماده شده، مهیا شده و زندانی ها در اونجا نگهداری میشه. بسیار. در بخش پایوازی شما گفتین، امی ویدیو را که دوستا و هموطنان ما میبینن، این از جریان پایوازی است. در جریان پایوازی که البته در زندان مرکزی پلچرخی ما صحبت میکنیم، دوستا من یا همو دوستای زندانی ها من، پایوازشان من، از خانوادهشان باشه، بسیار به وجه اصلا تلاشی میشن، تدابیر بسیار امنیتی خوب برشان گرفته شده. بعدا باز اینمی پایوازها توسط موترهای مشخص انتقال داده میشن به جای یا مکان پایوازی، اونجا هم محبوسشان منتظر دیدار از یاسن، به اونجا انتقال داده میشن توسط موترها. بسیار. و بعدا اونجا که پایوازیشان تمام میشه، باز هم توسط این موترهایی که مشخص شده تعیین شده دوباره به دروازه عمومی آورده میشن که سابق بسیار مشکلات داشتن. مثلا خانم‌ها، مردای ریش سفید، کهنسال، اطفال، اگر گرمی می بود دست گرمی بسیار با مشکلات، و همچنان اگر سردی می بود باران و برف یا بسیار با مشکلات بودن. چند ساعت برشان فرصت داده میشه تا این پایوازا بتونن؟ حدود 2 شفت است. خب، یکی از صبح تا 4 است. خب، و یکی هم از 4 تا دیگر. درست. در هفته 2 روز است و که یک روزش برای البته در مرکز ما صحبت میکنیم، مثلا در دیگه ولایت هم است که در مرکز مثلا یک روزش برای محبوسین زندان مرکزی و یک روزش هم برای توقیفی است و باز یک روز دیگه برای اطفال یا برای محجوزین است که خانوادهشان میره، از احوالشان جویا میشه، میبینن اونا را، صحبت های میداشته باشن، بسیار یک فضای آرام، بسیار یک فضای مناسب که هیچ کس به هیچ کسی ضرر و آسیب نمیرسه، هیچ کس به هیچ کس کدام مشکل پیش نمیکنه، هیچ کس گپ کسی را گوش نمیکنه که خدا نخواسته گپ کسی را به کسی دیگه بشنوه. یک فضا بسیار آرام مناسب برشان تعیین شده و اونا در اونجا این پایوازی خود مشخص که خلاص بود از بس تصمیم. یک مسئله دیگه در پایوازی بسیار که امکانات خوب، سهولت خوب آمده. سابق ما می دیدیم که اطفال هم، یک زن پیچه سفید هم بر دیدن بچه خود یا یک از اعضای از خانوادهشان، یک مرد ریش سفید بر دیدن یکی از اعضای خانوادهشان، یا اگر جوان هم می بودن یک خلطه به دست می داشتن کمو چیزی را که از خانه پخته می کردن، چیزی را که در بازار می خریدن، یک دوست قریب یک چیزی را می خریدن، دادان دروازه می بردن، اول که موتر نبود، بعد از این مشکل حمل از بسیار مشکل بود، سنگین می بود تا اونجا رفتنش تقریبا 25 نقره راست از زندان مرکزی، از دروازه اولش از دروازه عمومی تا زندان، تا بخش یا جای پایوازی. ما برشان کانتین ایجاد کردیم در داخل زندان، در داخل محوطه زندان و در او کانتین مطابق نرخ بیرون، چیزی که نرخ بیرون است، چیزی که در بازار بیرون یک چیز را که البته مواد خوراکی که فروخته میشه در اونجا فروخته میشه. بله. البته مواد خوراکی لازم و مجاز با نرخ نامه تعیین شده اونجا فروخته میشه بالا همین پایوازا، و پایوازا میتونن بازو برن به زندانیشان. خیلی تشکر لالهان صاحب. اگر شما اگه لطف بکنین که چه تعداد یا چقدر زندان در کل افغانستان وجود داره، در کدام ولایت ها زندان ها بیشتر است،
یعنی اگر شما ارقام درستی از زندان ها برای ما بگوین که چه تعداد زندان مشخصا وجود داره؟ امیر عزیز، اگر وقتی که ما شما از زندان صحبت میکنیم، زندان بلد. یک چتر است، البته بلد. یک سقف است که در زیر از این سقف سه بخش می باشه. یکی محبس است، دوم هم توقیفخانه است، سوم هم مراکز یا مرکز اصلاح و تربیت اطفال است. درست. در تمام ولایت زندان های ما فعال است. درست. در 34 ولایت البته برتان باید بگویم. درست. که بعضی زندان ها باز امو مراکز اصلاح و تربیت اطفال را در داخل یا نزدیک محوطه خود زندان داره و بعضشان نزدیک محوطه می باشند، ولی اگر در داخل محوطه محبس زندان هم باشه امی مراکز اصلاح و تربیت اطفال و یا اگر از بیرون باشند دورتر از محبوسین می باشد، دورتر از توقیفی ها می باشد که زندگی از یا و اما امور از آن نسبت به محبوسین فرق داره. بسار. دیگه به این اساس گفتم میتونم که در 34 ولایت زندان ها وجود داره. خب در این 34 ولایت که شما گفتین در هر ولایت زندان وجود داره، اگر شما ماری از همه زندانی هایی که نزد شما ثبت هستن، چقدر زندانی به شما ثبت است؟ خب در حال حاضر در حدود 12 الا 14 هزار محبوسین خب. که محکوم شده هستند از طرف محکمه به اساس فیصله محکمه، اونا موجود هستند. تعداد توقیفی ها را اگر برتان بگم اونا باز در حالت تغییر هستند. امروز زیاد میشه، از فردا کم میشن، اینه میرن رها میشن. اونا فقط منتظر ازی هستند که محکمه علیشان چی فیصله میکنه، ثبوت هایی که هستند، اسناد که هست مطابق از او فیصله میشه از طرف سر محکمه در مرکز و محاکم ولایتی در ولایت. درست. که فقط گفته میتونیم که از 12 الی 14 هزار محبوسین فعلا در اداره تنظیم امور زندان ها نگهداری میشن. بله. اگر شما بگین که این تعداد زندانی را که شما گفتین چقدر تعدادشان زن است و چقدرشان زندانی های مرد هستند و چقدر اطفال زندانی است پیش شما؟ اگر در حدود 1000 خانم ها هستن. درست. که زندانی هستن البته یا محبوس هستن و اینا توسط موظفین امنیتی نگهداری میشن. موظفین امنیتی به تطبقی و ناس اونا به مشکلاتشان رسیدگی میکنن، از امنیتشان اونا نگهداری میکنن، از همه بخشاشون اونا نگهداری میکنن و مشکلاتشان رسیدگی میکنن و همچنان اطفال را که شما گفتین اونا هم ام قسم که گفتم چون اونا توقیفی هم داره، مجوزین داره، در حالت تغییر هستن، دقیق ارقامشان نظم نیست. خب خب بسیار خب. شما از زندانی های حکومت پیشین بوین، چون وقتی که جمهوریت سقوط کرد آیا از زندانی های اون زمان هم نزد شما حالا محبوس هستن یا خیر؟ خب جرم و ارتکاب به جرم و یک طیف و یک قشر خاص مرتبط نیست. هر قشر جامعه، هر فرد جامعه میشه که به اساس یکی از ملحوظات مرتکب یک جرم شوند. درست؟ درست. پس به این اساس نزد ما کسایی هستن که دکتر هستن، انجینر هستن، ولی به اساس یک ملحوظ مرتکب به یک جرم شدن و نگهداری میشن. درست. یعنی از حکومت پیشین زندانی ها وجود داره؟ خب شاید باشن. خب. ولی اونا مرتکب جرایم جنایی و حقوقی شدن. خب این هر فرد جامعه میشه که مثلا مرتکب یک جرم شوند، ولی نزد ما کسایی هستند که مرتکب جرایم جنایی و حقوقی هستند. درست. تشکر لالان صاحب، وقفه داریم، پس از وقفه بس را ادامه میتیم. حتما. بیندای عزیز وقفه است و دوباره برمیگردیم. بیندای عزیز دوباره خوش آمدید. محمد نسیم لالاهان سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها را با خود داریم. لالاهان صاحب، شما اگر لطف بکنین در بخش سهولت هایی که اداره تنظیم امور زندان ها برای زندانی ها فراهم کرده و سهولت ها چی است، چه برنامه هایی را شما برای زندانی ها داشتین، مشنایم از شما. بسیار تشکر، سلامت باشین. اگرچه بسیار کم اندک از سهولت ها را قبلا گفتیم در بخش سی و در بخش البته بعدا صحبت خواهد کردیم، در بخش پایوازی صحبت کردیم. من در بخش تعلیمی و تربیتی که چه سهولت های اداره تنظیم امور زندان ها با امکانات دستاشه ایشان
از حد اعظمی استفاده کردن و چه سهولت ها را برشان مهیا ساخته. در اداره تنظیم امور زندان ها مطابق نصاب و اصول وزارت محترم معارف البته سهولت ها مهیا شده و همچنان به اساس اصول وزارت کار امور اجتماعی حرف آموزی یا بخش حرف آموزی فعال است. در اونجا بر زندانی ها بسیار سهولت های خوبی ایجاد شده، بسیار خوب، هم در مرکز و هم در ولایت، و الحمدلله بسیار نتیجه خوبی را به دست آوردیم. اگر در بخش تعلیمات دینی بگویم، ما در تمام زندان ها برای همه زندانی ها اگر طبقه اوناس باشه، اگر طبقه اونا ذکور باشن و یا اطفال محدود باشن، برای از اونا درس های دینی را فعال ساختیم که از ده مدارس از مسائل دینی ابتدایی تا عالی ترین سطحش برشان درس داده میشه، برنامه آموزشی داده میشه، برشان درس داده میشه. خوشبختانه ما تای تقریبا 3 سال از طریق همین مدارس در تنظیم زندان ها ده ها زندانی که قرآن کریم را حفظ کرده بودن مراسم دستاربندی را برشان تهیه دیدیم و ترتیب کردیم در مرکز و ولایات و بسیار موفق بودن، بسیار خوش بودن، خانوادهشان هم بسیار از ما خوش بودن، راضی بودن که همچه مراسم و همچه پروگرام های برشان است. همچنان در بخش تعلیمات اصلی اگر بگوییم، ما در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نظر به ضرورت لیسه ها را ایجاد کردیم که اطفال مجوز مطابق نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف و اصول محترم این وزارت هم جریان شروع و ختم سال تعلیمی و همچنان تمام دیگه اصول که در نظر گرفته شده تمام اتمام مدت حجدشان دروس باقی مانده را البته بعد از او که وقتی که دلیسا درس خواندند در مرکز اصلاح و تربیت اطفال، اما وقتی که بعد از اتمام حجدشان مدت حجدشان که به اتمام میرسه، باز اینا با تفاهم و با هماهنگی وزارت معارف اسنادشان برده میشه و مطابقی امو تعلیم خود یا دروس خود در مکاتب دیگر اماراتی به پیش میبرند و امو اسنادشان مطابق از اون پیش میره و امرایشان مانند دیگر شاگردایی که در دیگر مکاتب بیرون از زندان هستند، ببخشید مرکز اصلاح و تربیت اطفال هستند، برخورد میشه. به این حساب اونا هم بسیار خوش هستن. و در بخش عرف آموزی اگر بیاییم، سهولت های بسیار خوب ایجاد شده. درست. ما برای محبوسین کارگاه صنعتی داریم که در چوکات شارپای مانند نجاری، فلزکاری، حلبی سازی، همچنان رنگمالی، قالین بافی، خیاطی، شیرینی پزی مثل جلیبی پزی و همساله هم و همچنان اینا با در نظر داشت اما علاقه ایشان که هر کس بر کسبه که یا هر حرفه که علاقه دارن در مو حرفه اینا میان و کار میکنن. خیلی تشکر لالان سم، البته بخش دیگه مونده، وقت ما کمتر از سوالای دیگه هم هست که باید شما برای نا جواب بدین. بدون شک شما چیزایی را گفتین، همکارات تصاویر را که شما شریک ساختین با بیندام شریک کردن و بیندام هم اونا را میبینن. شما اگر لطف بکنین در مورد زندانیا بگوین برای ما که زندانیا بیشتر از کدام گروه ها هستن در زندان های افغانستان، یعنی گروه هایی که ضد امنیت هستن کدام گروه هستن بیشتر در زندان های افغانستان؟ جدا از زندانی هایی که جرایم جنایی انجام داده اینا مسئولیت های شخصی، گروه هایی که ضد امنیت افغانستان هستن، حتی کشورهای دیگه میان بانه میگیرن که گروه از هراس افغانی یاد میکنن این مورد، آیا از این گروه هم نزد شما زندانی هست یا خیر؟ خب اما قسم قبلا هم براتون گفتم، اول خیلی که مثلا یک جرم مرتبط به یک جامعه، یک قشر از جامعه نیست و هر فرد میشه مرتکب یک جرم شوه. بله. نزد ما مرتکبین جرایم جنایی و حقوقی هستند و بس، بالاتر از این نزد ما کسی نیست. یعنی از گروه های ضد امنیتی مثل داعش و بقیه گروه های کس نزد ما نیستند، فقط جرایم یا مرتکبین جرایم حقوقی و جنایی هستند. یک کسی البته دوزی کرده، قتل صورت گرفته، یک کسی بالا یک کسی دعوای قرض را داره که مثلا پیسیش نداده چند سال چند وقته،
دعوا کردن و به توسط ارگان های زیرب اونا گرفتار شدن و بعد از فیصله و حکم محاکم عزیز سلا آورده شدن به اداره تنظیم امور زندان ها سپرده شدن و اداره تنظیم امور زندان ها فقط و فقط مسئولیت نگهداری و ارائه خدمات به اونا رو داره. خب این گروه هایی که من پیشتر از یاد کردم اصلا هیچ وجود نداره زندانی از این گروه نزد اداره تنظیم امور زندان ها وجود نداره. خب فقط کسایی هستند که مرتکبین جرایم جنایی و حقوقی هستند. درست. خیلی تشکر. یک پرسشی که خیلی مطرح میشه و موضوعی که بیشتر یاد میشه و از وضعیت زندان ها و زندانی هایی که هستن، از شکنجه ها گفته میشه در زندان های افغانستان، چگونه است این موضوع؟ آیا شکنجه وجود داره یا خیر در زندان ها؟ در یک جواب کوتاه که بگویم، نه خیر. نه، اگر بیشتر وضعیت میتونم در زندان های تحت چتر اداره تنظیم امور زندان ها هیچ شکنجه وجود نداره. من قبلا گفتم که برای ما از طرف مقام عالی رهبری امارت اسلامی افغانستان یک طرز العمل 30 نمادی ارسال شد و در او طرز العمل بر مسئولین و تمام کسایی که موظف هستند بر نگهداری زندانی ها گفته شده که زندانی ها را نه تنهایی که شکنجه نکنین، باید برشان سهولت ها ایجاد کنین. پس به می اساس و مسئولین تماما لبای گفته و به این مسئله و هیچ شکنجی وجود ندارد. ما شما شکنجه در زندان های افغانستان نمیپذیریم. نه تنهایی که اداره تنظیم امور زندان ها شکنجه را البته نمیپذیرند. درست. و اگر صورت بگیره، مسئول یا شخصی که مرتکب همی شکنجه شده برطرف حتی میشه و اونا هم حتی مجازات میشن. تا حالا صورت نگرفته؟ نه خیر. حتی اگر صورت گرفته باشم، مسئولین ما حتی شب به جای به زندان به محل که امی واقعه صورت گرفته رفتن و امو دقیقه و امو وقت امو مسئله را در اونجا حل ساختن و بعدن برشان توصیه شده، بعدن برشان حتی این مسئله را گفته شده بارها که نباید شکنجه وجود داشته باشه. از طرف مسئولین امنیتی، از طرف مسئولین نظامی بارها به پرسنل ای مسئله گوشزد شده که نباید زندانی ها شکنجه شوند. ما این تمرکز کل ایمان زندانی ها توی یک برنامه شما داری یک زندانی که مثلا مشکل خلق میکنن در داخل زندان، توی یک برخورد به اونا میشه یا خیر یک برخورد که به یک نحو تنبیه شود توی یک چیز میشه؟ خب کسایی هستن که شاید آشوبگر باشن، کسایی هستن مثلا اخلالگر باشن. اخلالگر نظم با اونا چی مونه برخورد میشه؟ بسیار شاید مواردی هم که شکایت میشه این موضوعات بوده باشه در زندان ها با اونا قسم مثلا برخورد میشه که برشون گفته میشه، اول توصیه میشه که خب اینی مثلا شما باعث شدین یک کم نظم زندان اخلال شده از طرف شما و بعدا اگه دوباره هم چون یک کار شوه، باز شما البته برخورد قانونی هم امرای شما صورت میگیره، ولی نمیشه. چرا؟ به خاطر ازی که ما تمرکز ما بر اصلاح و تجدید تربیت زندانی هست. در جریان امی پروسه اصلاح و تجدید تربیت به اونا یه مسئله گفته شده بارها و اونا به این مسئله البته پای بردن که درست. اخلال نظم زندان باعث نظم تمام زندانی های دیگه یا باعث امو خدمات که برشان میشه خدشه میشه وارد میشه و مشکلات برشان مشکلات وارد میشه. پس به این اساس اونا وادار به این نیستن یا علاقه من به این نیستن که یا شو برپا کنن اخلال برپا کنن. خیلی تشکر. چون وقت ما کم است لالهان صاحب، یک موضوعی که خیلی مهم دانسته میشه موضوع زندانی های خارجی است. چقدر زندانی خارجی شما دارین؟ خب در مورد موجودیت زندانی خارجی برتون باید بگم که مربنی. نیست امرای ما. اگر باشن هم کسایی هستند که مرتکب جرایم حقوقی و جنایی شدند. اما در گذشته ما اون صاحب نظامی خود اداره امور زندان ها گفته بودند که زندانی های خارجی هستند نزدشان و مرتکب جنایی شدند و اونجا زندانی هستند. گفتم که هستند، اما کسایی شاید باشند بسیار اندک یا قلیل که اونا مرتکب جرایم جنایی و حقوقی شدند
مثلا قاچاق مواد مخدر و بعضی مسائل دیگه. مشخصا مأمور صاحب نظامی اداره تنظیم امور زندان ها 25 زندانی را سال پیش بود فکر کنم گفته بودن. سال پار بود. سال پار بود. بله. و حالا همین تعداد حفظ شده یا بیشتر شده یا کاهش یافته چگونه بود؟ بسیار کم شده و گفتیم که بسیار اندک شاید باشند و اونا مرتکب جرایم جنایی و حقوقی هستند. بسیار خوب. جرمایشان حقوقی و جنایی؟ حقوقی و جنایی. مثل گفتم که قاچاق مواد مخدر مرتکب شده باشند، متهم هستند و امرایشان برخورد قانونی و حکمی که البته از طرف محاکم زیستالا صورت میگیره. فقط اگر برای ما سپرده شد ما مسئولیت نگهداری و ارائه خدمات با اونا هستیم. بسیار خیلی تشکر، چون وقت ما با آخر رسید. الان میخوایم بس را جمع بکنیم. شما روی برنامه هایی که انجام دادین اگر حرفی مانده باشه و برنامه هایی که قرار است شما انجام بدین برای زندانیا، اگر حرفایتان داشته باشیم برای تقریبا در حدود 3 دقیقه وقت داریم. خوب است 3 دقیقه خوب است. تشکر امیری عزیز. باید به بیننده عزیز ما گفته شود که در قبال از اینکه ما مسئولیت حفظ و نگهداری زندانی ها را داریم، در قبال از اینکه ما بر از اونا پروسه تعلیمی و تحصیل البته تعلیمی دینی و تعلیمات اسیری را داریم، حرف آموزی را برشان داریم، بر اطفالشان، بر کلانا، بر خانم ها مثلا مهرات بافی داریم و همچنان بعضی مسائل دیگه که برای اونا داریم، سهولت ها برشان ایجاد شده در حالی که مثلا بر اطفال که امرای خانما یا امرای مادرانی که در زندان ها به سر میبرن و او اطفال در خانه هایشان کسی را ندارن که نگهداری شون، با بخوش و به علاقه خود مادران شما راشان نگهداری میشه، ما بر از اونا کودکستان را جور کردیم در مرکز و بعض ولایت دیگه که نظر به ضرورت و به نظر به موجودیت اطفال ایجاد شده. در قبال از این ما به خاطر بهبود کارهای اداری، ما به خاطر بهبود کارهای که مربوط در تنظیم زندان ها میشه و همچنان زندانداری، بعضی برنامه های را داشتیم، مانند کورس های کوتاه مدت و بلند مدت، سیمینار ها و ورکشاپ ها که در این کورس ها و سیمینار ها و ورکشاپ ها برای پرسنل ملکی و امنیتی در مورد کارهای اداری، در مورد زندانداری، در مورد انتقال زندانی ها از یک محل به یک محل دیگه، در مورد انتقال متهمین از توقیفخانه به محکمه به خاطر پروسه محاکماتیشان و دوباره آوردنشان و به خاطر از اینکه مشکلات که دارن به او رسیدگی شوه، تمام این مسائل در این کورس ها، در این سیمینار ها، در این ورکشاپ ها برشان آموزش داده میشه و الحمدلله اونا که وقتی که امی از این کورس ها فارغ شدن در کارها حالا بهتری به وجود آمده، کارها به وقت صورت میگیره، به سرعت صورت میگیره و بسیار شفاف صورت میگیره و یک پروسه شفاف حسابدهی به وجود آمده که ما بسیار از این راضی هستیم و جا داره که من از همکارای خود بسیار تشکر کنم که شب و روز در خدمت زندانی ها بوده به خاطر سهولت فراهم سازی سهولت ها بر از اونا، به خاطر از اینکه حتی امیری عزیز یک کسی که امیم شب باید به امرای خانوادهشان باشه، به فردا نمانه، همکارای ما اونجا می باشن در دفترهایشان نوکریوال می باشن که اونا اما پروسه تا مراحل کرده را که میارن، مکتوب را رهایی را که میارن برشان داده میشه و اونا رها میشه امرای خانوادهشان، یعنی تال نمیشه. خیلی خوب است. خیلی تشکر از شما محمد نسیم رالاهان، سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها، از اینکه در برنامه بزرگ پیدا کردین. خیلی ممنون شما هستید. بسیار تشکر از شما مبینه نایید. بینجای عزیز، برنامه ما همینجا و پایان رسید. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.